به نام خدا. سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. لای سارانواری کشور میگوید به خاطر بررسی قضیه کابلبانک محکمه اختصاصی استیناف ایجاد شده و هرگاه متهمانی که به خارج از کشور فرار نموده است در محکمه حاضر نشوند در غیابشان حکم محکمه صادر خواهد شد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی 45 روز برای بررسی قضیه کابلبانک برای قوای قضایی مهلت داده بود. این برنامه را من مصطفی فیضی هم را با مهمانان گرامی خود، هر یک عبدالجبار قهرمان عضو مجلس نمایندگان، محمد داوود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و صالح محمد صالح عضو مجلس نمایندگان به بحث میگیریم. مهمانان گرامی سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدید. آقای قهرمان، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. دقیقاً بررسی قضیه کابلبانک یکی از نخستین فرمانهای رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بود که برای قوای قضاییه کشور سپرده بود. این فرمان تا چه انداز از نظر شما عملی شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته د میز میلمنو ته، ستاسو تخنیکي همکاران ته، تا ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه چې دغه قضیې ته ګورم، موږ په دې پښتو کې یو متل لرو، وایي پور چې ځنډنی سي خوردنی سي. میږه قرضې کې دیر شوه دیگه بس قابل تادیه نمی باشه. اما این بسیار کم نیست. این قرض حدود 700 چند میلیون دلار است. یو بل متل رو پوش بده، قالین چی وی دا دغه چې په چلکی دې ته کلاوا وای، د کلاوی سر ورک دی تر اوسه پوری. اصل سړی هیڅوک نه پګوت کی چې غلا چا کړی ده. یو څلور پنځه د کمپیوټر الکوانې بندیان کړي دي، کمپیوټر مزدورانو بیچارهګانې سره بندیان کړي دي. تر اوسه پورې هم اصلي سړی څوک نه په ګوته کوي. د دې د حل لار هغه وخت ممکنه وه چې قضا او څارنوالي دواړه نوي خلکو څخه، د مسممو خلکو څخه ایجاد سوی وای، وروسته له هغو څخه دوی ته وظیفه ورکول سوی وای چې تاسې د دې ورکې کلاوې سر پیدا کړئ، تاسې اصلي سړی پیدا کړئ. اوس نو یو دعوه چې خپله دوی مخکې اچولې وه او دغه بسته موټر غوندې دوسیه ځین جوړه کړې ده، د یوه ځایه سه وړي، د یوه ځایه سه راوړي، دا به دوام لري، دا به دغسې کلونه کلونه دوام لري. پیسې پو پیشیت لیلی دی. اما رئیس جمهور 45 روز فرصت داده برای بررسی قضیه کابلبانک. 45 ماه به تیری شده ده. 45 روزو پا غم کیزی چه ده اوجده سلسلی تا گورم، ده دوان ورکو تا گورم، ده پا 15 روزی که ده ورکی نویل کیجی دغا خودسه که او بیا پا دغا قضیانو او پا دغا چرانوالانو بندی چه آغو پر دوی بانی کلونه کلونه پا اسطلاح بانی وقت تیر کردی، ده پا 15 روزی که ده ممکن نو، ممکن چه وقت و چه اول ده یه کار د پاره بستر آماده سوی وای، بستر په څه باندې آماده کیدی چې قضا او څارنوالي دواړو کې نوی خلک توظیف سوی وای او هغوی ته دنده ورکول سوی وای چې اوس نو تاسې د دغې ورکې کلاوې سر پیدا کړئ. اوس نو په هغه زوړ ملا زړې تراوې نو که هغو پیدا کولای سوی، هغو دا پیسې نقدولی سوی، هغو اصلي سړی په ګوته کولای سوی، خو کلونه کلونه د هغو په تاخچه کې دا دوسیه پرته وه. نو دا به یو به یوه ته ورلېږي، بل به بل ته ورلېږي، نه په دوی باندې دا کلاوه پاتېږي. دا زوړ ملا او زړې تراوې دا باید د سره سه یو تجدید نظر پر دې قضیه باندې وشي. دا ډېر عجولانه و، ولې ضرورت و، ضرورت و چې دا موضوع باید پیګیری سي. دا د افغانانو د زړه او د رښتیا غوښتنه ده، ولې په دې شرط باندې چې په حقایقو باندې ولاړه موضوع واوسېږي، یعنې قاضیان نه وي، څارنوالان نه وي، او هغوی مسمم وي، او هغوی ته جدي وظیفه ورکول سي چې تاسې اصلي سړی په ګوته کوي. په زاړه ملا باندې زړې تراوې چې سوي دي بېرته په هغو باندې بېرته نوی فلسفه راوستل دا مشکل ده. آقای قهرمان، شما از شخص اصلي یاد کردین. دقیقا لوی سارنوالي افغانستان لست 19 نفره در یه آخر که تقریبا 21 نفر میشه نشر کرده. آیا شخص اصلي در جمع از 21 نفر نیست؟ دغه دوه کسانو ته چې دا بندیان دي، یو دا شیرخان پرمود دی، یو بل نه پوهېږم نوم یې څه شی دی. دغه دوه نفره چې پیروزي دوی دوه ته معلوم دي چې پیسې څه سوي دي. پیسې لویه برخه کرځي سا په کوم
کمپاین کې مصرف شوی دی قرضې صابون په دې دوسیه کې راشکیلیږي چې اوس یې سمه رابسپړې سره چې اصلي پیسې چا وړي دي دلته به ډېر خلک راشکیل شي دا لږ پیسې هم نه دي تقریبا $200 میلیونه دي لویه په اصطلاح باندې پیسه ده په دغه پیسو باندې تقریبا دغه زموږ په هلمند باندې چې کجکي په برق باندې دا پیسې موږ مصرف کړو تقریبا 300 میګاواټه انرژي تولیدی که څلور سوه به تولید کړو چې تقریبا ټوله د جنوبي غرب دپاره به کفایت وکړي پیسو کې ټوله داخل دي ولې اوس هم اصلي سړي ته چا لاس نه دی ور اچولی دغه د خدای بیچارهګانو غریب و غربه دي یا اوس داسې زارات چې موږ به په غیاب کې فیصله وکړو نو ته یې کومه فیصلې دا پر تړلي دوکان اواله ده اصلا دا موږ چې په پخوا کې خلکو ته ویل چې پلانې سړي او پلانې ته پر تړلي دوکان اواله ورکړې ده دا چې په غیاب کې فیصله کوم دا د تړلي دوکان اواله ده دا د پیسو وسلول ندی. بله تشکر. آقای کلکانی، آقای قهرمان گفتن که باید در نخست بستر هموار میشد پس از او چون این فرمان داده میشد. چرا رئیس جمهور اشرف غنی احمدی چون این کار را کرد؟ تا هنوز بستر آماده نبود و بالاخره فرمان را صادر کرد که باید در ظرف 45 روز بررسی قضیه کابل بانک یا تکمیل شود یا قضیه کابل بانک تکمیل شود. در حالی که آقای قهرمان گفت در 45 ماه امکان نداره که قضیه کابل بانک حل شود. بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز و دوستان مطبوعات و شما ما با حرفای قهرمان صاحب موافق هستم متاسفانه رئیس جمهور افغانستان وعده هایی که بر مردم افغانستان در دور کمپاین داده بود و هم شعارهایی که بر مردم در مراسم های مختلف در پیشگاه مردم تعهد کرده بود بنابر تعهدات کمپاینی و وعده های قبلی رئیس جمهور به شکل هیجانی بدون از اینکه در نظر بگیره که زمینه ها را مساعد بسازه تیم جور بکنه تیمی که متحد باشه، مؤمن باشه، مخلص باشه و دستش به فساد آلوده نباشه همچون یک تیم آماده بسازه و جور بسازه و تیم به شکل تیم حرکت بکنه متاسفانه رئیس جمهور بنابر وعده های خود خواست که بر ملت افغانستان یک نوید بده یک نوید بده که ما با متعهداتی که دیم با مشاورهایی که دادیم و در مقابل فساد من مبارزه میکنم این شروع کردم از این گام نخست و در اولین روزهایی که بعد از تحلیف سپری شده است یک نوع بر مردم یک اطمینان بخشیدن بود است ولی متاسفانه پس منظر از این فکر نکرده بود که اگر ما به مردم نوید خوش میتیم مطابق به تعهدات خود عمل میکنیم باید عمل ما به سر برسه بله دقیقاً آقای خوب بد بده کلکونی شما از اطمینان بخشیدن برای مردم یاد کردید آیا اکنون مردم افغانستان اطمینان دارد که قضیه کابل بانک بررسی می شود روزهای اول شما دیدین در مطبوعات در اذهان مردم در اذهان عمومی مردم زیاد از این مسئله استقبال کردند بله این اون مردم به این فکر بود که واقعاً یک گام برداشته شده است و می خواهد واقعاً این از قضیه بررسی و تحقیق و کسایی که مرتکبین و مجرمین هستند اینا به جزای خود میرسن و پولهای با کابل بانک حاصل میشه اما بعد از چند روز مردم به این نتیجه رسیدن که گپ قهرمان صاحب یک ضرر مسئل پشتوست و یک زرده پزرده باز امو کونه با کونه و امو کسایی که قبلا هم این قضیه را بررسی کرده بودن بعد توسط از امونا دوباره این را بررسی کردن این را خب ما و شما میدانیم همگی میدانن که کسی که یک چیز در تحقیق کنه بررسی کنه صد بار اگر وظیفه بتیش باز هم امو چیزی را که اونا بررسی کردن امو را بررسی میکنن این خود با در خود با دست خود دستای خود بسته نمیکنن لازم از این بود که رئیس جمهور افغانستان اگر میخواست قضیه کابل بانک بررسی و تحقیق شود به شکل درستش باید هم سرانوالی و هم محاکمه هر دوش از افراد عاری یا غیر از این افرادی که قبلا بود افراد متعهد، مؤمن و مخلص و
مردمایی که واقعا وفادار به متحد خود بودن و مردمای نیک بودن و شهرت نیک داشتن توسط یک کمیته ایره بررسی میکرد، مردمایی که در این واقعا مرتکب خیانت و جنایت شده بودن او رو برملا میساخت و با یک محکمه خاص محول میساخت که مثلا امو خوب از بد و کسی که مرتکب جرم شده بود شناخته میشد و به جزایش میرسید. بله آقای صالح، لوی سلان ولی کشور اعلان کرده که به خاطر حل قضیه کابل بانک محکمه استیناف اختصاصی به ایجاد شده. دقیقاً آیا به قضیه کابل بانک محکمه های عادی دیگر نمیتوانست حل کنه که بالاخره لوی سلان ولی و محکمه افغانستان چون این تصمیم را گرفته که باید یک محکمه اختصاصی به خاطر حل بحران کابل بانک یا قضیه کابل بانک ایجاد شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی او گوره ده دیپ خاطر چی ده قضیه دیره مهمه ده او اتا ده افغانستان ده پاره مهمه ده، بنیادی موضوع ده، دنیا ده فارم دیره مهمه ده چی ده دنیا زنی وعده هم ده ده کابل بانک پوری تلیدی ده که چیر تا تاسی فساد رو رکی نو مهمه شه چی نن سبا ده ده فساد. ولی دوستان او تا اشاره اکله خو رئیس اب جمهور پا اول او رز منه ده دره وانه قواوی اینه آغا چه چی په کارو دا په درې وړو قوم نه په اول ورځ باندې د گزارونه وکړه چې دا قابل د دین نه دي، نو بیا څنګه سره کولای شي چې دغه قوه ته به ته موضوع ورلاندې کړي هغه څنګه؟ نو زه فکر کوم چې یو طرف ته د دغه بیان دغه ورځ باندې سیول کړه داسې فکر نه لکه زه چې اوس رئیس جمهور یم، د دې داسې فکر وکړه لکه زه چې بیا په کمپاین کې کمپاینی یو شعار ورکوم، ځکه د دې لپاره مهمه دا وه چې څنګه د وینا دا د ولس غوښتنه وه. خو دې دپاره مهمه خبره دا وه چې مخکې د مخکېنه یو ټیم یو بستر د دپاره برابر شوی وی، د هغې نه وروسته د ده شعار نه وی، د ده عمل جامع وی، باید څنګه ده ویلي وی هغه شان ته باید عمل جامع اغوستی. اوس متاسفانه د خلکو امیدونه ډېر زیات وو. په ورځ تاسې وګورئ د ده درې واڼه خبرې د اجرایه قوه، د مقننه قوه او د قضایه قوه، د درې واڼو خبرو سره ډېر سخت چکچکې وشوې. خو تاسې ګورئ دا چکچکې به ورو ورو په دې بدلېږي چې خلک به دا به یو خونج ته ارتوي چې دا په دې خبرو کې یوه معاملي نه شوه. که چېرته د دغه اوسنۍ کومه دغه چې د دې دپاره جوړېږي دا ډېره مهمه ده، باید جوړه شي، ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده او د دې نه بغیر نه کېږي. ولې څنګه خلک باید په دغه کې راشي؟ هغه خلک چې واقعا دې مخکې په دغه کې لاسونه چټل نه وي په دغه موضوع کې، پاک خلک باید دغه موضوع ته تعقیب کړي چې وکولی شي هغه څه چې واقعا مشکلات دی. بله، اما چونین نشد. پس چند لحظه پیش همینجا گفتن که زړه په زړه یا کونه به کونه، چونین کار شد قضیه کابل بانک گرفتن دوباره پس به اشخاص یا به قوه که به خوب عقیده خود رئیس جمهور فاسد بوده دوباره سپردن. فکر میکنید که نتیجه یا اونچنانی به دست بیاید؟ زه فکر کوم چې صرف خبر دا وی چې لږ د ډېرې عجلې دی کار نه وی اخیستی، بستر یې برابر کړی. دا د ولس غوښتنه وه، مهمه ده چې د افغانستان او د ولسونو پیسې چې هر چا خوړی دي باید داتې راووځي. خو عجله وکړه او هغه ادارې چې ده ورته خپله فاسدې ویل دي مشکلات لري، دغه ادارې باید مخکې نه پاکې شوي وي، باید هغې نه وروسته په دویم قدم کې دا موضوع تاواله شوې وي. تاسې وګورئ په هغه ورځ باندې پولیس څارنوالۍ باندې دا ډېر تیز ورغی. بیا څنګه کولی شي د دغې څارنوالۍ نه دا تمه توقع ده دغسې موضوع چې ډېره مهمه ده او دې کې مخکې نه چې دا څومره چا پکې کار کړی دی پخپله هم پکې په دغه کې مشکلاتو سره اخته دي، نو بیا څنګه تمه توقع ده دغسې موضوع نه کولی شو. زه فکر کوم چې د دې په ځای افغانستان په دغه موضوع کې پیشرفت کړی وی، نه چې خدای نخواسته دا یو ګام وروسته لاړ نه شي، ځکه چې د دنیا هغه تمه توقع بیا د مشکلاتو سره مخامخ نه شو. ښه خبره به دا وي چې اوس په هر ترتیب چې وي، په هر قوت چې وي، با دغه موضوع ته باید رسیدګي وشي او دغه د خلکو پیسې د ولسونو پیسې چې خوړل شوي دي په هر ترتیب چې وي دا بیرته د خلکو نه راستنې شي. خو یو شی زه چې څنګه د محمود کرزي نه ما په تلو تلویزیون کې اورېدلي یعنې اصلي چې هر چا دا پیسې خوړلې دي اصلي مدعیان اوسه پورې سره نه په دې دوسیه کې سره شته نه. بله، آیا اسمشان در جمله ازې 21 تن نیست؟ خپله د محمود کرزی چې دا سامدار و په دې کابل بانک کې هغه وویل چې دغه کې یو دوه درې کسان نه بغیر نور ټول ډېر ټیټ رتبه خلک دي چې یې نظارت صحیح نه دی کړی، یو 15 روپۍ تاو بالا اخیستې وي. نو اصلي چې دا پیسې چا خوړل دي
او چا اف ام ال کلی هغه اوس پر نمونه پدې کې نشته اصلي مدیان لا اوس پر معلوم شوی نه دي اوس هم د دې د فار مهمه ده چې اصلي د پیسې معلومه کې د پیسې چیرته تللی دا خو د سینګ پیسې نه دي خامخ پدې بجاده تحصیل شوی په لندن کې په امریکا کې په دوبه کې اول باید څارنوالي یا هغه استخباراتي شبکې چې دغه دغه ورسی وکړي چې دا پیسې چیرې دي دغه نورسته په دې باندې اقدام وشي او دغه ملکونو سره باید تماسونه ونیول شي چې څنګه کولی شي دغه پیسې د افغانستان نه وتی بهتر راولي د افغانستان بودیجه چې بهتر راولي. تشکر آقای قهرمان. چه زمان معلوم میشود که پولهایی که بقیده یک تعداد از کارشناسان و بالاخره یک تعداد از مقامات حکومت افغانستان پولهای غارت شده معلوم شود که در کجاست؟ دا به وخت وشي، دا وخت غواړي. چه زمان مثلا؟ ولا ترتو پوری چی 45 روز یا 45 ماه؟ نه دیر وقت 45 ماه پا نظر که ونیسه 45 روز پا نظر که منیسه. اینجا باس اوتوریته رئیس جمهور با چه معنا؟ ولا دستی دی بعضی اوقاتو که خو سلی پیکر نیی در خلای خبر راوزی حتی رئیس جمهور؟ ما مخ که در تو ویل رئیس جمهور هم انسان دی اگه هم انسان حتما بعضی اوقاتو که دغسی و سهو و زنکیجی ولی زبا یو شی در تو ویم چه وست هم اول بستر ورتا جور نسی دیه کارتا قضایی قوا پر پشو و نداریجی منظم نسی مسمم خلق پکشی که توزیب نسی څارنوالي کې توظیف نشي په دغه باندې په دغه زړو نهادونو باندې په دغه زړو کسابانو باندې پسه علالول نو داسې معنی لري لکه ته چې نه علاله یې پسه ور باندې خالي هغه خبره غواړي چې پسه په مړ کې که پسه غواړي چې سمې علال کې نو سم کسابان ورته پکار دي دې دپاره سم ترتیب و تنظیم ورته پکار دی دې ته بستر پکار دی عجله نه ده ورته پکار ولې په هر صورت باندې دغه مثبته نقطه ده چې اراده موجوده ده دا چې ده اظهارات وکړل دا چې ده وویل دا چې دی دې ته مصمم سو دا هم یو نیک شیګون دی دقیقاً این اراده در زمان حکومت آقای کرزی هم وجود داشت بالاخره به محکمه کشانده شدن و حکم صادر شد کچیری د کرزی صاحب په وخت کې ډیر کافی وخت وو که د کرزی صاحب په وخت کې اراده موجوده وای ممکنه وه چې دا موضوع اصلا سر د کلاوي پیدا سوی وای هر سړی په ګوته سوی وای چې پیسې چا وړي دي ولې اوس پیلم دپاره چې زه ورته ګورم اراده سخته موجوده ده دا چې زمان ګیره به وي دا چې په اصطلاح باندې بستر دپاره به وخت ورته پکار وي ولې زموږ په نیک شیګون کې بیا هم افغان ملت انتظار باسو د دې دپاره په اصطلاح باندې چې اراده باید عملی سی او تطبیق سی او ژغ پر کو استاد تلویزیون د لارې څخه چې په زړو کسابانو باندې بیرته زړه معاملې جوړول عین سلسله ده لکه مخکې چې و درڅو پورې چې الته په دواړو ادارو کې دقیق اصلاحات منځته نه یې راغلی نو دغه دوسیه یوسه دوسیه راوړه دا به دوام لري دا به نو 15-20 میاشتې نه که دی په دغه زړو باندې کول کېدای شي دا به ډېر کلونه په بر کې ونیسي. بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه این بحث رو همچنان دنبال کنیم. با ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای کلکانی، آقای قهرمان گفتن که هر کس سهو و اشتباه میکنم، اما فکر نمیکنید که سهو رئیس جمهور تا سهو یک شخص عادی تفاوتهایی داشته باشه؟ در این خوشک نیست که کسی که پیشوا و رهبر و زعیم و بالاخره رئیس جمهور یک کشور میباشه، یعنی من رد نمیکنم که انسان ها از اشتباه میکنه، ولی حرف زعما باید بسیار دقیق و سنجیده باشه. باید زمینه هایش، عوارضش، چیزهایی که پیش روش واقع میشه، چالش هایش و امثال از این باید قبلا سنجیده باشن و بسنجن و بعد تصمیم بگیرن. ما میبینیم که در تشکیلات های دولت ها و حکومت ها مشاورین است، حقوقدان ها است، متخصصین است، افراد مختلف در این بخش ها گماشته میشن تا برای رئیس جمهور مشورای خوب و نیک و عملی رو بتن. آیا در قضیه کابل بانک همچون اشخاص برای رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی چنین مشوره را داده یا این که مشوره های خودش بود؟ من خود قدر نزدیک با ایشان ندیدیم و معلومات هم ندارم، ولی باور می است که اگر کسی هم مشوره داده است
و اگر خودش تصمیم گرفته است، هر دوش به شکل عجولانه بوده است، بدون در نظر داشته حقایق و مسائل واقعیت‌های جامعه و اجتماع و قضیه کابل بانک، این حرفا را هیچ در نظر نگرفته مشوره داده است که مشورهش بسیار به شکل عجولانه و بسیار احساساتی و هیجانی بوده است. فقط خواستند که یک تبارز در روزهای اول ریاست جمهوری برای مردم خود نشان بدن که ما مصمم هستیم و اراده داریم که فساد در افغانستان از بین ببریم و در مقابلش مبارزه کنیم. فقط یک پاسخ عکس العملی بوده است، بدون از اینکه اینا در موردش فکر کرده باشند، سنجش کرده باشند، مشوره کرده باشند و این قضایا زیر هزار جهت بررسی کرده باشند. فقط یک عکس العملی، یک اعلان بوده است، یک احکام بوده است یا یک فرمان بوده است که خواستن ملت افغانستان در قدم اول امید به این بتن که بعد ما اینطور مبارزه میکنیم، ولی بعدها این امیدها به مایوسیت ها تبدیل شده است و دیگر هم تبدیل میشه، به خاطر از اینکه وقتی ملت ببینه که شعارهایی که داده شده است، وعده هایی که شده است و حرفایی که زده شده است همش شعار بوده است، همش به شکل کمپاین بوده است و در منصه اجرا و عمل هیچ واقعی نشده است و هیچ امکان نداره که واقعی شد و بالاخره مردم بی‌باور میشن، مردم اعتماد خود دست میتن، امون مسئله امون گرگ آمد و گرگ آمد وار میشه که اگر گرگ بیایم دیگه باز کس متوجه نمیشه که آمده است و این یک حرف بسیار بدی است، به خاطر از اینکه اگر اعتماد مردم و ارتباط مردم از دولت ها دور میشه و فضای بی اعتمادی به وجود میاد، ما میبینیم همین سالهای قبلی که فاصله بین مردم و حکومت و دولت و پیدا شد و اعتماد خود مردم بالای دولت از دست داد، زمینه ها برای مخالفین دولت، برای طالبا، برای توریست ها زمینه خوبتر مساعدتر شد و زمینه ها بیشتر بر از اونا مهیا شد. یعنی باید دولت افغانستان، رئیس جمهور جدید افغانستان باید حرفای خود به شکل شمار کرده باید بگویه و او رو دقیق بسنجه و چالش هایش و مشکلات های پیشوریش باید سرش فکر بکنه، بعد با یک شکل تیمی حرکت کنه. آقای کلکونی، آیا حرف‌های اخیر رئیس جمهور مبنی بر حل قضیه بحران کابل بانک فکر می‌کنید نتیجه بده یا خیر، یا اینکه اگر نتیجه نده واقعا فاصله میان مردم و حکومت به مانند حکومت آقای کرزی اضافه خواهد شد؟ باور می است که به این شکلی که فعلا روان است نتیجه نمیده، به خاطر از اینکه کسایی که در کابل بانک مرتکب خیانت و جرم شدین اصلا اونا برملا نشدن، اصلا اونا کشیده نشدن، اصلا اونا بر مردم و بر محکمه و بر در دوسیه پیدا نشدن. این کسایی که فعلا در این دوسیه هست چند تاش هندی هست و چند تاش هم افغانی هست و مامورین کمپیوتر کار هست و کسایی هست که نظارت خوب نکرده است، کسایی که پول ها رو بردین، امی پول با کجا رفته است؟ پول چی شده است؟ بعد او کسی که پول دزدیده است، پول مردم افغانستان به بانک های خارج انتقال داده است و یا سرمایه گذاری کرده در کشورهای خارجی، بعد او افراد و اشخاص پیدا شوند که هم پول از پیششان تحصیل شود و هم ملت افغانستان مطمئن به شوند که واقعا پای قضیه کابل بانک حکومت افغانستان واقعا اراده داره و میخواهی کیره. آیا اون اشخاص که پول ها را دزدیدن در نزد ارگان های دولتی افغانستان مشخص شده؟ ما باورم این است که یک اغماز صورت گرفته است، به این معنا که همه گیم کوران میفهمه که شیر سفید است. کابل بانک بوده است، کابل بانک مشترکین داشته است، رئیس داشته است، معاون داشته است، حساب داشته است و شرکا داشته است. حال پرسان شده که این پول کجا رفت و کی کشید و به نام کی برآمد است؟ افراد ناممکن نیست که پیدا نشه
کار آسان است. آسان است، مشکل نداره. هر کسی که میار، هر فرد بخواد، ولو که تو باشی، ولو که ما باشیم، ما کس دیگه باشه، اگر بخواد این مسئله رو تحقیق کنه، ده روز پیداش میکنه که پول کجا رفته است و چی شده است. بله. اما اگر ارادهش موجود باشه و اگر اغماز سیاسی صورت نگیره، قضیه روشن میشه. بله. آقای صالح، همونطوره که در میزا میاد شد، گفتن که قضیه کابل بانگ قضیه پیچیده، در حالی که قضیه بزرگ است. تقریبا حدود 720 چند میلیون دلار در اینجا اختلاس شده یا بالاخره پولهای مردم به غارت برده شده. آقای قهرمان گفتن اگر این پول در بند گجکی به مصرف برسه، قسمت از افغانستان صاحب برق میشه. خب سوال میخوام این گونه مطرح کنم، آیا در قوه قضاییه افغانستان فعلا چون این ظرفیت وجود داره که این پولها را دوباره باز به دست بیاره؟ از فکر کنم چه دغه کچیرته دغه قضایه قوا دغه ظرفیت لرله، یا دغه څنوري دغه ظرفیت لرله، یعنی اوس پورې دینه مدعی ورک دی. او څنګه چې کلکانی صاحب ته اشاره کړ کومه تاسو د څلور کسانو کې نه قاضیان نه څنورلانی، خو که دغه تورلوان شو په یو ورځ کې اراده ولري، په یو ورځ کې دا مدین معلومیږي، ځکه دا پیسې خو په یو چای ستري ده، خو زه سوای ورکه شوی نه دی، یعنی غله راغلی نه دی چې دا بانګ وال دی، دا پیسې ستا په نوم زما په نوم وتی دی، یا په ګټه ورکړل شوی دی، دا خو داسې پیسې ورکه نه دی، دا که اراده ولري. او زه فکر کوم چې د دې مدین پیدا کونه ګران خبره نه ده، او دغه قضایي قوه که اوس زه فکر کوم چې یوه اراده ورسره پیدا شي، او د نوي رئیس جمهور د اجراتو د جدیت په خاطر منی د وکولې شي چې هغه مخکنی قاضیان یا مخکنی څارنوالان چې په دې قضیه کې تحقیق کړلی، هغې نه بغیر نوي ورته رامعرفي شي. زه فکر کوم چې او هغې سره اراده ولري، مشکل نه لري، دا قضیه فاکیږي. مشخصا بالای اراده رئیس جمهور بیایم، آیا رئیس جمهور اراده داره که بحران کابل بانگ یا بالاخره قضیه کابل بانگ حل شود؟ بالکل، رئیس جمهور ته که شک نشته د نوي حکومت چې خامخه چې هر څوک دغه چوکۍ ته راځي، هغه به خامخه اراده داسې وي چې داسې یو کار وکړم چې د ولس غوښتنو ته جوابګوی شم. خو متاسفانه څنګه چې ته مخکې کلکانی صاحب اشاره وکړه، یو څه عجله په دې کار کې وشوه. دوه درې موضوعګانې ده یادې کړې په اوله ورځ، خو په دې کې زما فکر سره هر چا چې دا مشوره ورکړي په دې کې لږ شانته تیزوالی شوی دی. ښه به دا وی چې یو کرتی دا خپل د کور نظام یې را جوړ کړی وی، اوس چې کله د نظام را جوړ نه، بیا څنګه کولی شي دغسې مهمې موضوع ته هم پوهېږي چې دې کې ډېر قوي لاسونه دي. بعد اول قدم کې د خپل کور نظام را جوړ کړی وی، د نظام نه وروسته په دغسې موضوعګانو کې اقدام کړی وی، نو موږ بیا امیدواره وی. خو اوس بیا هم زه نه رد کوم دا کار، دا د ولس غوښتنه وه، د دنیا غوښتنه ده، باید دغې موضوع ته باید مټې را ونغاړي. خو په یو ترتیب چې اوس په هر ترتیب چې وي دا 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 خپل فرمان په چوکۍ کینی، او دغه د افغانستان پیسې چې یو څو ګوتو په شمار خلکو خوړل دي، دا باید په هر ترتیب چې وي بېرته واپس باید افغانستان ته راوړل شي. دا ډېر ګران نه ده. انشاءالله زه امیدوار یم که چېرته خاص کسان چې واقعا په دې کې خپله دلچسپي ونه لري، نو کولی شي دا مسله حل کړي. دا دونه پیچیده نه ده، ځکه کسان معلوم دي، پیسې چې چا ایستلي هغه غلا شوي نه دي، ستا په نوم زما په نوم وتی دي، کسان معلوم دي، او کولی شي چې په دوه ورځو تحقیق کې مدعیان معلوم شي او هغې نه خپلې پیسې وغواړي. پیسې هم ورکې دي، دا دونه پیسې نه دي چې دا وخوړل شي. خامخا جایدادونه خوستل شي د کابل کې، افغانستان کې، بیرون د افغانستان نه جایدادونه معلومیږي ډېر زر. بله آقای صالح، شما گفتن خواست مردم و خواست دنیا بررسی کابل بانگ است، البته قضیه کابل بانگ. فکر میکنید به خاطر بررسی قضیه آیا 45 روز کافی است که ما شما بیشتر از 30 روز شده گذشتاندیم؟ تاسی و گوری دا دوال وکیل سیبانو خبر داده و از ما خپلم داده چی داغا لکشان دا جاله پا دی کار کیو شو. این اول خبر داده چی نظام دا جور شوه، دا خپل دا کور نظام، دا ارگ نظام، دا قوه و داغا دری وانا قوه چې ده ورته په اوله ورځ خپله خطاب وکړه، بیا څنګه کولی شي 15 ورځې وخت دی ته ورکې. نو په کار ده چې اول خپل ټیم را جوړ کړي، او خپل نظام نه وروسته بیا څومره مطمئن دی په دغه ټیم چې چا ته قضیه والاکه، ته په هغې څومره حاکم یې، څومره مطمئن یې چې آیا دا په لسو ورځو کې په میاشت کې دا قضیه
مشکلات حلول شي کدي شي زه فکر کوم چې په دې اوسنۍ شرایطو کې چې مونږ ګورو څنګه چې وته قهرمان صاحب اشاره وکړه دا د 15 ورځو قضیه نه ده او په کار ده چې د دې ته وخت ورکړ شي خو به هم په هر ترتیب چې قضیه اوس یو ته ګوتی ورول دی پښتو کې خبره ده په هر ترتیب چې دا قضیه په هر ترتیب چې عبادت خپل فرمان په چوکۍ کینی او کچیرته کینی نه هغه د ولسونو امیدونه چې دي هغه 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 د منځځیا او د حکومت سره فاصله ورورو هم د دنیا کمیږي هم د افغانستان د ولسونو کمیږي په هر ترتیب چې بعد قضیه ته اوس ګوتی ورول دی بعد دغه ورکه پیسې بعد را فائدہ کوي د افغانستان بودیجې ته خزانه ته بعد راول شي آقای قرمان چطور امکان دارد که رئیس جمهور احمد زی فرمان خود در چوکی بشانه؟ امکان لري امکان پدی لري تر کومه حد پورې چې زه د نږدې څخه د ډاکټر صاحب اشرف غنی کرکټر پیژنم مصمم دی دې خبرې ته یوازې دې خبرې ته نه بلکې دغه د فساد په متعلق باندې ډیرو خبرو ته یعنی د ده په شخصي کرکټر داسې دی چې دی مصمم دی دې ته چې باید د فساد جرړه په هر شکل چې کیږي دا باید وایستل شي که چیرې اراده دغسې کلکه وي او سړی مصمم وي امیدوار وي چې بستر به هم ورته جوړ کړي کله چې بستر ورته جوړ شو بستر او اراده چې سره ملګری شي بالکل ممکنه ده وای غر چې هر څومره لوړ شي لار ورباندې کیدای شي سړی ورباندې راپورته کړي دا ممکنه ده فقط مهمه خبره دا ده مثبته نقطه دا پکې کېده چې اراده سته د سړي په کرکټر کې دغه نقطه پرته ده دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده مثبته نقطه د اشرف غني په کرکټر کې چې دا هغه ده چې د فساد سره په اصطلاح باندې واقعا ډېر سخت اساسات لري زدیت لري یعنی کتن علاقه مندی د دې سره نه لري چې د یو پاسد سړی سره اته سلام هم واچي د پاسد سړی سره د یو ساعت دپاره کښېمني دا د ده کرکټر داسې دی په اصطلاح باندې چې باید دوی د پاسد سړی سره ټکر کې واچي. مردم افغانستان منتظر 45 ما باید باشن ولا نو خامخا وخت به زمانګیره به یې خبره چون خبره ډېره شورېدلې ده سره وخت ډیر ورکی بیخی ډیر دی په اسلام باندې بس تا موټر وړي موټر راوړي دا چې خالی ګوري هم یو څه وخت غواړي چې ورکه په ورکه سړی ګوري دا هم یو څه وخت غواړي وخت به یې زمانګیره به یې ولی یو شی دی په اسلام باندې چې د خلکو امید هم دی او دی هم دې ته مصمم دی او دی باید مصمم واوسیږي چې اصلي جرړه باید راوباسي غل باید افغانانو په لاس ورکړي چې دغه سړی ستې پیسې وړي. چقدر باور دارید که در حکومت وحدت ملی قانون بالای همه یکسان تطبیق شود بخصوص در قضیه کابل بانک؟ دلتم یو شرط است په دې نقطه کې دا شرط کدام است؟ په دې کې ګوره دا څو ځلی ما په مطبوعاتو کې ویلی دي که چیرې دواړو ډاکټران به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای کلکانی لوی سارانوالی میگه که کسایی که در قضیه کابل بانک از افغانستان فرار کردن اینا اگر حاضر نشوند در غیابشان حکم صادر خواهد شد. آیا صادر کردن حکم در غیاب افراد متهم یا بالاخره مجرم که پس از اینکه محکمه اینا را مجرم ثابت میکنه میتونه چاره درد مردم افغانستان باشد یا بالاخره در حدود 700 میلیون دلار افغانستان یا مردم افغانستان واپس بیاره؟ مشکل اصلی قبل من بحث کردیم اول نخواهد سر مسئله اراده هست. آیا می حکومت جدید ما واقعا اراده داره که ای پولا رو جمع بکنه یا نه؟ اگر اینا اراده دارن افراد اشخاصی که فرار کرده است کسایی است در حکومت که او رو ضمانت کرده است کسایی که ضمانت کردن باید اونا را در محکمه و یا در سارنوالی حاضر بکنن وگرنه مطابق به قانون اساسی قانون نافذه افغانستان باید کسایی که ضامن هستن خود دونو در زندان انداخته شد. مشخصا همینجا میخوام سوال رو مطرح کنم. آیا اراده در حکومت وحدت ملی وجود داره به خاطر حل بحران یا حل قضیه کابل بانک؟ ما باور ما این بود که در ابتدا که اعلان شد یک امید برای ما هم بود برای مردم افغانستان هم بود. ولی بعدها که دیدیم که اراده که لازم است وجود نداره. اگر اراده وجود می داشت دو نفری که فرار کرد ای کسایی بودن که نزدیکترین به رئیس جمهور افغانستان بودن ای افراد فرار دادن و کسایی که نزدیکترین به رئیس جمهور افغانستان بودن اینا را ضمانت کردن و کسایی نزدیکترین به رئیس جمهور افغانستان بودن اینا را از میدانهای هوایی
به خارج پرواز دادن. هدف تا نمی دو نفر اخیره که فرار کرد. اخیره که بوده است و او مسائل قبلی هنوز روشن نیست که کی واقعا پولا را اختلاس کرده است. ولی امی فعلا که رئیس جمهور فرمان میده، من عیسی رئیس جمهور جدید افغانستان وقتی که فرمان میده و در تای فرمانش بهترین دوستا و نزدیکایش اونا را فرار میدن، پس به این معلوم میشه که اراده وجود نداره. فقط این به نظر ما به شکل شعار بوده است، فقط خواستن که یک بار دیگر خاک در چشم مردم افغانستان بزنن و خود جلوه بتن به این که ما در تعهدات خود صادق هستیم و میخواییم فساد محو. بله، و حکم غیابی محکمه به چه معنا اینجا؟ اصلا حکم غیابی محکمه یکی از اصول محاکمات، حکومات محاکمات جزایی یک اصولش هست که فیصله غیابی صادر میکنه. ولی وقتی فیصله غیابی صادر میشه که کسی که مجرم متهم است، متهم ما نتانیم به محکمه حاضر کرده. وقتی که ما او را بتانیم به محکمه حاضر کرده، ضرورت به فیصله غیابی چی است؟ اگر کسی ضمانت که از زامنه یک روز در زندان بیاندازن، روز دوم او کسی که ضمانت کسی که فرار کرده حاضر میشه. و اگر ما اراده داشته باشیم، اگر با یک کشورهای دیگه که رفته است پلیس انترپول وجود داره، ما بخوایم و جدی بخوایم و من اونا مطمئن شون که واقعا اینجا عدالت وجود داره، اونا حاضر به این میشن که افراد اشخاص مثل که طالبان است رای بحرین و قطر دزگیر کردن آوردن در افغانستان برای حکومت افغانستان تسلیم کردن، این اونا هم تسلیم میکنن. ولی اگر اونا هم بفهمن که واقعا دولت افغانستان مصمم است، اراده داره و ارادهش قاطع هست و میخواد که قضیه را دنبال بکنه. آقای قهرمان گفت که چنون اراده را رئیس جمهور افغانستان داره. قهرمان صاحب سر کرکتر شخصی رئیس جمهور بحث کرد. یک شخص، یک رئیس جمهور اگر تیم همراهش نباشه، اگر تیم همکارش نباشه، اگر اطرافیاش مردم مخلص و مؤمن و متحد نباشه و اگر افراد که ملوث به فساد باشن، این در اطرافش جمع شده باشه، این رئیس جمهور ولو که فیلسوف جهان هم باشه، در عمل کرده خود ناکام میمونه. بله، فکر میکنید تا چه زمان دیگر رئیس جمهور تیم خواهد ساخت تا بالاخره قضیه کابل بانک یک طرفه شود؟ یک مشکل رئیس جمهوری است که متاسفانه رئیس جمهور افغانستان حزب نداره، یک تیم نداره. مدتی در خارج تیر کرد، بعد از در افغانستان آمد، خودش همراه یک قدیفش در ولایت افغانستان در بعض مسائل یک دوران وزارت کرد. یعنی تیمی که تیم آقای رئیس جمهور جدید هم تیم توتئی است، از هر چمن سمنی است، از هر گوشه یک نفری است و کسایی است که بعضش ممکن مردمای خوب باشه ولی یک تعدادش مردمی است که دست از اونا اضافتر در این قضایا دخیل است، آلوده است و ناپاک است. بله، تشکر. آقای صالح، یک نوع ناهمانگی میان استر محکمه و لوی سارن ولی وجود داره. استر محکمه میگه که هنوز دوسیه‌ها تکمیل نشده، در مقابل لوی سارن ولی میگه ما دوسیه‌ها را فرستادیم و مکمل شده. این ناهمانگی چه تاثیر منفی بر قضیه کابل بانک و نتیجه قضیه کابل بانک میتونه داشته باشه؟ زما په نظر من تر څو پورې چې نوې تحقیق په دې موضوع کې ونشي او نوې دوسیه جوړ نشوي، دغه دوسیه خوړن او راوړنه دا کوم کسان چې د دې سره په دغه دوسیه کې دي، حتی دا چې دغه مدیان نه دي، دا چا چې پیسې وړي دا خو ډریور دی، دا خو محافظ دی، دا خو کمپیوټر دی، دا خو مامور دی. دا دوه کسان هم چې کله کانی صاحب ورته اشاره وکړه، دا هماغه مامورین دي د کابل بانک رئیس او یا د افغانستان بانک رئیس دی، نظارت صحیح نه دی کړی. دا خو هغه اصلي مدیان موږ نه ورکړي تر څو پورې چې نوې تحقیق نوی شوی، دا موضوع نوی سپردل شوی نه وي او اصلي مدیان معلوم شوی نه وي. په همدغه دوسیه چې دا کومه زړه دوسیه ده، په دې موږ نتیجې ته نه رسیږو. که دا که د رئیس جمهور اراده وي او که نه وي، دا که نوي حکومت اراده وي او که نه وي، که اراده ولري هم په دغه دوسیه باندې موږ نتیجې ته نه رسیږو. اصلي قضیه باید سر نه بېرته شروع شي، مدیان معلوم شي، د چا د کابل بانک څونه کسانو شریکانو دا باید معلوم شي،
مدین د افغانستان ورسته معلوم شي به مونږ پویږو چې حکومت اراده لري او دغه موضوع ته د پای ټکی کې خدل کیږي خو په دغه دوسیه چې دا اوس یو بل ته پاس کوونه کوي په دې دوسیه کې سره مجرم معلوم نه دی پیسې چې چا ولې غب کې معلوم نه دی مشخص نه دی صرف چا چا ښه نظارت نه دی کړی او یو 50 روپۍ رشوت یې اخیستی دی او خراب وته خلی کړلي هغه کسانو نومونه په کې دي او یا د یو مامور نوم او یا د یو باډیګارډ نوم دی اصلي قضیه باید د سر نه شروع شي تر څو پورې چې سر نه تحقیق نه وشي څارنوالان ورته نوي نه شي او دوسیه د سر نه ونسپړل شي زه فکر کوم په دغې زړه دوسیه کې موږ نتیجې ته نه رسیږو پس نیاز باز هم به مون تیم سازی است که باید در نخست تیم ساخته شود بعد از او قضیه دوباره سر دوباره سر شروع شود تر څو پورې چې دا قضیه د کابل بانګ ان ما مخکې خبرو کې اشاره وکړه یعنې بالکل مدعي اوسه په افغانستان ولسته نه معلوم حتی موږ نه پوهېږو چې دا پیسې چا وړلي او دا ډېره اسانه کېږي تر څو پورې چې قضیه بېرته د سر نه شروع شوې نه یعنې دا نوی تحقیق ته ضرورت لري بعد نوی تحقیق دی کې یو خاص کمیسون جوړ شي او نوی تحقیق د سر نه شروع شي دا کومه دوسیه چې دا په دې کې موږ نتیجې ته نه رسېږو دا به یو بل ته پاس کوونه کوي حتی دی چې څوک په محکمو کې مدخل دي دا حتی دغې نه دا اصول هم نه کېږي په کار ده چې نوی تحقیق وشي تر څو پورې چې نوی تحقیق نوی شوي هغې پورې موږ په دغې زړه دوسیه موږ نتیجې ته نه رسېږو او نه د هغه د خلکو پیسې بېرته لاسته نه شي راتلی بله دوی سرانوالی کشور میگوید هدف از بررسی قضیه کابل بانک دو چیز است اول به دست آوردن پول های غارت شده و دوم مجازات ای اشخاص که در بحران قضیه کابل بانک دست داشتند فکر میکنید که در شرایط کنونی چون این چیز امکان داشته باشه زما فکر سر مهم خبر زما په نظر داره چې موږ اول مدعی معلوم کو اینی زما سره به دوار وکیل صاحبانو من اوسه پر موږ نه مدعی ورک دی چې دا پیسې چا وړلی زویم چې ښه خبر از موږ لپاره چې مهمه ده چې اول مدعي معلوم شي دا پیسې احمد وړلې محمود وړلې هغې نه وروسته بیا قانون دې ته خپله جزا ورکوي هغه خو بیا زما غوستا کار نه دی هغه به قانون شته به قانون مطابق به جزا اخلي مهمه خبر از موږ لپاره ده چې دا مدعي معلوم شي چې دا پیسې چا خوړل دي احمد وړلې محمود وړلې تر څو اوسه پورې مدعي دا کومه دوسیه چې ده استناب ته هم لاړه خو اوسه پورې په دې کې مدعي نه دی مشخص چې پیسې چا خوړل دي تاسې وګورئ دې کې هغه نولس کسانو یوویشت کسانو کې اوسه پورې چا نه دي ویل چې دا پیسې ما وړلي یعنی په کار ده چې مشخص مدعیان مشخص شي یعنی زما په نظر بیا خپله خبره تکرارول غواړم نوی ټیم نوی حکومت او نوی څارنوالان باید دا دوسیه د سر نه وسپړي او دا دوسیه په ځای پرېږدي دې موږ ګټه کړي نوی تحقیق باید وشي او د هغې نه نوی تحقیق کې موږ تاسو نتیجې ته رسیږو آقای کلکانی در ظرف 20 ثانیه چگونه میتوان حل کرد باور می است که اولا خب تیم باید جور شوه دوم رئیس جمهور واقعا تیم متحد جور کنه و وفادار جور کنه و در پهلویش هم خودش اراده قوی داشته باشه قضیه را تعقیب بکنه گپ صالح صاحب که اصلا کسایی که متهم و مجرم هستن باید برملا شوه کشیده شوه و از او تحقیق و بالاخره امو پولی که اختلاس شده تحصیل شوه بله آقای قهرمان چگونه میتوان اشخاصی که واقعا پولها را غارت کردن معرفی کرد؟ ما در تو ویل که چیر اراده وی دا ممکنه ده که دا دوستان مخکې ویل که دا تا سره یو واسطه هم پیدا کولی سي ولې زه فقط یو شی وایم چې جزا زموږ د افغانانو مشکل نه حلوي چې یو چا ته 15 کاله اوس په هغه تېره محکمه کې 15 کاله حبس یې ورته ورکړی و تی ما ته 10 میلیونه راکړي ما ته 15 کاله حبس راکړي دا 200 میلیونه دي نو افغانستان خلکو پیسې پکار دي او پیسې په کلکه اراده ممکنه دي چې په لاس راشي تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه بیننده های عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را بدای بینیاز بسپارم.